ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما. ای خالق این جهان، تو این نور بیکران، قدرت تو جاودان، ای ایزد نقشه های عظیم خدا. دوست عزیز من، آیا این روزها بی صبرانه در انتظار دریافت پاسخی از خداوند هستی؟ ناامید مباش، خداوند وفادار و همیشه به کلام خود در زمان و به طریق خود عمل می کنه. لطفاً توجه بفرما، همان گونه که منجی بشریت عیسی مسیح به طریق و در زمانی خود را به جهانیان ظاهر نمود که خارج از توقع و انتظار همگان بود، به همان گونه نیز برکات خداوند و پاسخهای او نیز به درخواستهای شما مطابق با زمان و طریق خاص الهی او می باشند. برای مثال، قوم اسرائیل بر این باور بودند که مسیحا در زمان بحران ملی اونها به این جهان خواهد آمد. اما خداوند نقشه های عالی تری داشت. خداوند صبر نمود تا پیام خوش و حیات بخش انجیل
بتونه به تمام نقاط این کره خاکی بشارت داده بشه. آمدن عیسی مسیح بدان گونه به این جهان توقعات قوم اسرائیل را کاملا نقض نمود. توقع قوم اسرائیل این بود که مسیحا به شکل قهرمانی فاتح و جنگجوی قدرتمند خودش را به جهانیان ظاهر کنه و نه مانند نوزادی در آخر استبلی، چنان که عیسی مسیح به این جهان آمد. اما مسیح هدف و نقشه‌ای بس والاتر برای قوم اسرائیل و بشریت داشت. هدف مسیح حفظ جانهای انسان گناهکار از خدا جدا شده بود. بنابراین دوست من، اگر تصور می کنید که خداوند در پاسخ به درخواست شما تأخیر نموده، دل سرد و ناامید نباش. کار خداوند با شما و این دنیا به اتمام نرسیده. پاسخ خداوند ممکنه در آن زمان و طریق دلخواه شما نبوده، ولی مطمئن باش که خداوند در حال عمله. بله دوست من، آسود خاطر باش. خدا نقشه هایی فوق تصور و درک شما برای زندگیتان دارد. بنابراین در اعتماد و اطاعت کامل از خداوند پایدار باش. به یاد داشته باش که نقشه های خداوند برای تان همیشه بهتر از درخواست های شما از اوست. خداوند در زمان و به طریق و با هدف برکت شما و جلال نام خود در زمان مناسب عمل خواهد فرمود. خداوندا، تو رو شکر می‌کنیم که همیشه بالاتر از خواست و تصور ما برای ما مهیا می‌فرمایی. بله دوست من، زمان خداوند همیشه بهترین است. کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیه 4 می‌فرماید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید. دوست من، عیسی مسیح در بهترین زمان ممکن برای بشریت به این جهان آمد. خداوند نیز در بهترین زمان خود به بهترین صورت خواسته شما را، چنان که شما در اراده او زندگی می کنید، به شما اهدا خواهد فرمود. ناامید نباش.